با بهترین درودها بر شما بینندگان ایران فردا 20 دقیقه با گزیده ای از تازه ترین اخبار ایران منطقه و جهان همراه با اهم مطالب منتشره روزنامه های امروز ایران در ایران فردا نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب سانیه های سخت واپسین ساعات مذاکرات هستئی با رفت و برگشت معنادار زریف به تهران احتمال ادامه مذاکرات پس از دهم تیر ما موجی از واکنش ها به انفجارات کویت، تونس و قطر در فرانسه در سال روز استقرار نظام خلافای اسلامی داعشیون ماراتون افشای اختلاس ها و فساد های سازمان یافته در عهد احمدی نژاد با اعلام جزئیات پرونده های بیشمار از جمله 6 هزار میلیاردی و بالاخره رد و نشان دکل گم شده نفتی ایران در سواحل خلیج مکزیک اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب دوشنبه هشتم تیر ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید همینک با آخرین اخبار کوتاه دریافتی از روند مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش با شما خواهیم بود نخست با دو رویداد کوتاه از تحولات آتی در عرصه مذاکرات با بازگشت ظریف به تهران و احتمال ادامه مذاکرات پس از دهم تیر ما. مسئول امور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران گفت وزرای خارجه دو کشور ایران و آمریکا پس از دیدارهای خود دستورالعمل های لازم در خصوص چگونگی ادامه کار بر روی متن و جزئیات آن را به تیم های خود دادند. به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعزامی به وین وی ادامه داده بود دکتر ظریف مطابق با برنامه از پیش تعیین شده یک شنبه شب یعنی دیشب به تهران عزیمت کرده و پس از یک روز حضور در تهران به وین باز خواهد گشت همچنین تیم مذاکراتی به ریاست معاونان در وین حضور داشته و روند کار بر روی متن دنبال خواهد شد و اما خبرها از نشست در وین ها چیست فدریکا موگرنی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در مذاکرات اتمی در وین حضور دارد میگوید تمام طرف ها اراده سیاسی لازم برای رسیدن به توافق نهایی را نشان داده خانم موگرنی هفتم تیر ماه به خبرنگاران گفته است اینطور باید بگویم که اراده سیاسی وجود دارد این را در همه طرف ها دیدم در نتیجه ما امشب تیم های مذاکره کننده را به ادامه کار بر سر متون گماشته ایم به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانس پرس مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گفت تیم ها در حال پیشنویس توافق نهایی هستند متنی که چند الحاقیه مهم تکنیکی آن را همراهی می کنند و تلاشی است تا به همه مسائل خاتمه دهد فدریکا موگرنی گفته همه طرف ها کاملا به این واقعیت آگاه هستند که ما شرایط رسیدن به توافق را داریم ایشان می توافق خوبی است و ما باید از ساعت ها از روزهای پیش رو استفاده کنیم تا آن را تمام کنیم ادامه مروری بر خبرهای کوتاه باز واکنش کشور اسرائیل در آخرین لحظه های مذاکرات در آستانه پایان مهلت تعیین شده برای توافق هسته ایران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره عقب نشینی آشکار کشورهای غربی در برابر جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است آقای نتانیاهو دیروز یک شنبه در ابتدای جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت ما اکنون شاهد عقب نشینی آشکار قدرت‌های جهانی از خطوط قرمزی هستیم که خود آنها به تازگی و به صورت علنی برای توافق با ایران تعیین کرده بودند اظهارات نخست وزیر اسرائیل همزمان با مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین بیان شده که با حضور وزرای امور خارجه اکثر این کشورها در جریان است آقای نتانیاهو که از سریح ترین منتقدان توافق هسته ای ایران با شرایط فعلی است دیروز تکرار کرد که دلیلی برای عجله در امضای توافقی که روز به روز به زمه وی بدتر می شود نیست رهبران آمریکا و اسرائیل علنا به اختلاف نظر درباره مذاکرات هستی و شرایط توافق با ایران اذعان کردند و این موضوع به یکی از پرتنشترین مسائل در سیاست خارجی دو کشور تبدیل شده است بنیامین نتانیاهو در شرایطی از توافق با ایران انتقاد می کند که مذاکرات جاری به گفته هر دو طرف با اختلاف نظرهای جدی روبروست کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید همینک و در بخش میانی و دوم برنامه همچون همه شب مروری بر برگزیده ی اهم مطالب روزنامه های امروز تهران خواهیم داشت درخواست حسن روحانی برای تدوین لایحه جرم سیاسی که به تفصیل در برنامه های بعدی پخش خواهد شد لحظه های نفسگیر با آمده شده مقامات و مردان مذاکرات به تهران و کماکان موج جزئیات فسادها و اختلاسها صدرنشین بیشتر روزنامه های امروز بود در این میان روزنامه ابرار از نزدیک بودن افشای سومین اختلاس کننده کل گنده دیگری خبر داده بود ابرار از شخصی با نام مستعار میم زد یاد می کرد و از این به عنوان یاران اصلی و حواریون سرسخت احمد نژاد نام می برد که در شهرداری تهران و قبل از آن و همیشه عضو همیشگی یاران حلقه اول محمود احمدی نژاد بود برق میزنیم و ادامه میدهیم با روزنامه دیگر روزنامه شرق ناگفته هایی از آنچه به بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد منجر شد رو منتشر کرد و از سیزده هزار میلیارد تومان تخلف در واگذاری های قشم پرده های تازه کنار میزد. در چکیده و نکات اصلی این گزارش گفتگوی اختصاصی روزنامه شرق می که منطقه آزاد قشم حیات خلوت برخی مدیران دولت گذشته بود. بریز و به ها و برخی واگذاری های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و تا این جای کار به بازداشت دو مدیر و ممنوع الخروج شدن یکی دیگر منتهی شد. عمده تخلفات در واگذاری مدیریت و عراضی فرودگاه قدیم قشم و بندر درگهان صورت گرفت. رقم تخلف ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان می شود 9 هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و 4000 هزار میلیارد تومان در درگهان همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با گزیده های مطالب روزنامه های امروز از جمله موج شایعات کمک نهادهای تحت امر رهبری ایران به سوریه از جمله سازمان موسوم به کمیته امداد امام خمینی که در تازه ترین واکنش به این شایعات فتا رئیس کمیته همین کمیته خمینی گفت که ریالی از صندوق های مردم به لبنان، سوریه و عراق ارسال نشده و نخواهد شد. فتاح درباره شایعاتی مبنی بر کمک کمیته امداد به لبنان، سوریه، غزه، یمن و عراق تاکید کرد که ریالی از صدقه های جمعواری شده ایران برای مردم این کشورها ارسال نشده و نخواهد شد و ریالی از کمک هایی که به این کشورها صورت می گیرد، از طرف امداد کمیته امداد خمینی نبوده است و نظام ما به طور جداگانه به این کشورها کمک می کند که اصل کمک رو پذیرفت اما از اینکه صدقه های صندوق کمیته امداد باشه رو رد کرد این سخنان البته سخنان آقای فتا مبنی بر کمک نظام به این کشورها در حالی است که مسئولان پیشین کمیته امداد همواره تاکید میکردن کمک های اعطا شده به این کشورها از محل صدقات جمعوری شده در خود این کشورها بوده است بر اساس گزارش امور ارتباطات و خدمات بین الملل سال 92 کمک های خارجی کمیته امداد که در پورتال این کمیته ذکر شده این نهاد در کشورهایی که استقرار دارد گویا پنجاه و هزار نفر را به صورت دائم تحت پوشش قرار می دهد. کل خانوارهای مورد حمایت کمیته های امداد در کشور لبنان در پایان سال 92 هجده هزار نفر بود که از انواع کمک ها بهرهمند میشوند و بر اساس داده های این گزارش لبنان گویا تنها کشوری است که کمیته امداد تونسته در آن کمک قابل توجهی جذب کند 19 میلیون دلار معادل 62 میلیارد تومان بر اساس آمارهای پورتال تعداد کل خانوارهای مورد حمایت این نهاد در کشور سوریه 7000 نفر و کمک های جمع ورش شده در این کشور 330 هزار یورو بوده است در عراق هم بیش از دوازده هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و 834 هزار دلار صدقه در این کشور جمع آوری شده است. ادامه میده هم با روزنامه دیگر و اما روزنامه آرمان بازگشت ظریف به تهران را معنادار خواند و در تحلیل اصلی شماره امروز خود گزارش میداد که بازگشت ظریف به تهران آن هم در بهبوه مذاکرات هرچند که از قبل تدارک دیده شده بود اما حاوی نکات مهمی است و در وحله اول نشان دهنده این نکته است که ظریف برای رایزنی و کسب تکلیف در خصوص موارد مطروحه طی دو روز ابتدایی مذاکرات به تهران می آید و از آنجا که در مرحله پایانی مذاکرات قرار داریم و نیاز به تصمیم گیری های بزرگ و مهم در پایتخت است وی عازم تهران شد روزنامه آرمان که به طیفی از لایه های عملگرایان منتسب به هاشمی رفسنجانی نزدیک است مینوشت برخی منابع از پیشنهاد تازه آمریکایی ها در زمینه نحوه بازرسی ها و فرایند لغو تحریم ها گفتند و به زم روزنامه آرمان سفر ظریف به تهران می تواند در همین راستا ارزیابی شود و البته تقویت تیم مذاکره کننده نیز به زم آرمان نشینان از دلایل دیگر می تواند باشد یک گزارش دیگر باز از فسادها و اختلاس ها در دولت پاک دست احمدی نژاد در صدر صفحه یک روزنامه آرمان به چشم خورد. این بار تخلف 1400 میلیارد تومانی در دانشگاه آزاد در عهد احمدی نجاد. بر اساس گزارش ها افرادی قراردادهای منعقد کرده اند که به زیان دانشگاه بوده مدارک تقلبی صادر کردند بعضی از آنها شناسایی شده و برخی از آنها برکنار شده و در زندان هستند رئیس دانشگاه آزاد در همین خصوص می گفت که پرونده هایی با رقم 1400 میلیارد تومان از مدیران سابق له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد فقط در یک فقره دانشگاه آزاد شکایتی به ارزش حدود 700 میلیارد تومان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده و بدین روی از هیچ شکایتی به زمین این مقام مسئول دانشگاه صرف نظر نخواهد شد خب همانگونه که پیشتر اشاره کردم و البته حسب انتظار موضوع هسته ای بر صدر تحلیل ها و ستون های اصلی روزنامه های امروز جای داشت در این میان روزنامه اعتماد نیز موضوع بازگشت ناگهانی ظریف به تهران را مورد تحلیل و واکاوی قرار داد سارا معصومی در گزارش اصلی روزنامه اعتماد اشاره می کرد که یا شکست یا پیروزی این عبارت دیگر در مذاکرات هسته ایران نمی تونه معنای دقیقی داشته باشه تنها 24 ساعت تا پایان ضرب العجل زمان باقی است اما در مقابل هتل نشانه ای از ناامیدی چندانی به چشم نمی خورد. این پرونده در این دوازده سال هم بنبست های فراوان را تجربه کرد و هم در دو سال گذشته چند ضرب الاجل را گزارشگر این روزنامه که همراه گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی برای گزارش لحظات نهایی گفتگوها در وین اتریش به سر میبرد اضافه میکرد که دوئل دیپلماسی هسته ایران با جنگ تحریم پنج به علاوه یک حتی با به صدا در آمدن زنگ های سی جوان هم به پایان نخواهد رسید. این دیپلماسی به قول معروف به بازی بیسبالی میماند که حتی در ثانیه های پایانی هم نمیتوان آن را تمام شده خان همه آمده اند به زمین این گزارشگر تا مقدمات رسیدن به توافق جامعه هسته ای را مهیا کنند مقدماتی که گویا هنوز هم با وجود گذشت 20 ماه ابعاد آن در کنار هم قرار نگرفته است در واقع روزنامه نگار اعزامی اعتماد به وین به گونه بسیار خوشبینانه به فرجام و روند مذاکرات نگاه می کرد ادامه می دهم ده با دیگر روزنامه ها و اما داستان پردستان میهندوستان و ایرانسازان که حتی جنازه مورد بیمهری مسئولین جمهوری اسلامی قرار میگیرد این بار تمامی روزنامه تا حدودی مستقل از غم و قربت پروفسور شهریار عدل ایرانشناس و باستانشناس نامی کشور مینوشتند که پس از ریچارد فرای آمریکایی در واقع مورد بیمهری قرار می‌گیرد. تا جایی که حتی سخن از انتقال جنازه به حرات می رود. در این میان روزنامه ی آرمان در مطلبی به عنوان تشعی جنازهی که به خاک سپاری نرسید می نوشت با وجود اینکه گفته شد که او وسیعت کرده بود که پیکرش را در مجموعه با یزید بستامی دفن کنند ولی در مورد دفن او شاعبه های مطرح شد حتی صحبت از انتقال پیکر او به هرات مطرح شد خانواده او میگویند به دلیل ناهماهنگی ها مراسم تدفین انجام نشد همسر پروفسور اد در این باره گفت هنوز محل دفن مشخص نیست ابتدا قرار بود در بستام یکی از مناطقی که شهریار فعالیت کرد خاک سپاری انجام شود اما این اتفاق نیفتاد بحث شهر ری هم مطرح بود چون شهریار در آنجا هم فعالیت های باستان شناسی انجام داد اما شهر ری هم امکان پذیر نشد قرار شد در قطعه ناماوران بهشت زهرا قبری را به او اختصاص دهند اما هنوز سازمان میراث فرهنگی برای این موضوع نیز هماهنگ نکرده است ادامه میده با روزنامه دیگر در وقت باقی مانده و اما روزنامه آفتاب یزد مطلب شماره امروز را به ماجراهای عجیب گم شدن دکل نفتی که موجب تعجب و حیرت ایرانیان شد در دولت احمدی نژاد در به وقوع پیوست اختصاص داده بود بر اساس گزارش روزنامه آفتاب از در ماجرای گم شدن دکل نفتی در دولت گذشته که هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد اول آبان ماه سال 93 بود که یکی از نمایندگان مجلس از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داد همان زمان نیز حدود چهارده نماینده مجلس با امضای نامه ای از رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع شدند. چند روز پیش نیز وزیر نفت دولت روحانی با بیان اینکه موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته صحت دارد این گونه اشاره می کرد که با پیگیری و شکایت پرونده ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته مسائل رو پیگیر خواهیم بود اما دیروز یک سایت خبری با اطلاعات تازه ای اعلام کرد که دکل دریایی که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شد به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد 894 روزه شرکت جی اس پی را اجرایی کند به نوشته اصر نفت رسانه های خارجی خبر دادند که این دکل در فوریه سال 2014 آزم خلیج مکزیک شده و همینک مشغول عملیات حفاری است و در وقت باقی مانده شاید با یه خبر دیگر از روزنامه دیگر به انتها ببریم باز هم از مظلومیت رفته بر ایرانیان نخبه و ایران دوستانی که در وطن خیش قریب می شوند این با روزنامه شرق در گزارشی با این عبارت که این حق شهریار عدل نبود مردی که از میراث ایران پاسداری کرد حالا معلوم نیست کجا قرار است به خاک سپرده شود از نگرانی همسرش مریم می نوشت که جنازه همسرش که حالا روی زمین مانده است تشعی شده اما به خاک سپرده نشد گزارشگر روزنامه شرق در توصیف برادر آن زنده یاد می نوشت که کامران برادرش حال بدتری دارد چشمانش قرمز شده و بیتاوانه در حال مذاکره و گفتگو برای پیدا کردن آرامگاهی در شعن شهریارشان است این روزنامه از زبان کامران عد برادر زندیات شهریار عد در مورد برادرش مینوشت اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ما برای دفن او در حرات اقدام می کنیم. اما آیا این درست است مردی که همواره دغدغش ایران بود در افغانستان به خاک سپرده شود؟ و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد همچون همه شب از شما بینندگان عزیز و همراه دعوت می کنم که شرح تکمیلی گزارش های روز را در برنامه آن سوی خبر ببینید که بلافاصله پس از این برنامه پخش خواهد شد تا آنگاه و تا درودی دوباره و شمگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود